كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز، علاقه مندانی آموزش تجوید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس گذشته مخرج دوم، سوم و چهارم بیان شد. در درس امروزی ان شاء الله مخرج پنجم و ششم بیان می شود. مخرج پنجم و ششم اقصى اللسان می باشد، یعنی بیخ زبان. در بیخ زبان دو مخرج وجود دارد، یک مخرج حرف قاف می باشد و یک مخرج حرف کف می باشد. هرگاه که اقصى اللسان یعنی بیخ زبان به کام وصل شود، برخورد کند، دو حروف ادا می شود که عبارت از قاف و کف می باشد. مثلا اقو اقو اک اک، این دو حروف از اقصى اللسان ادا می شود وقتی که با کام برخورد کند. اما فرق در بین مخرج قاف و کاف این است که حرف قاف از آن حصه بیخ زبان ادا می شود که آن حصه نزدیک است به طرف حلق و آن حصه را غلسمه می گوید. از همین خاطر حرف قاف را حرف غلسمی می گوید. و حرف کاف از آن حصه بیخ زبان ادا می شود که آن حصه نزدیک است به طرف دهن و آن حصه را عکده می گوید. از همین خاطر حرف کاف را حرف عکدی می گوید. یعنی این دو حروف مطلق از بیخ زبان ادا می شود، اما در میانشان فرق وجود دارد. حرف قاف از آن حصه بیخ زبان ادا می شود که نزدیک است به طرف حلق و حرف کاف از آن حصه بیخ زبان ادا می شود که نزدیک است به طرف دهن. و همچنان این دو حروف را به نام حروف لهاتیه یاد می کند. لهاتیه از این خاطر براش می گوید که لهات در عربی همو زبانچه یا زبان کوچک را می گوید، یا یک توته گوشت که در گلو آویزان است، همو توته گوشت را در عربی لهات می گوید. و مخرج حرف قاف و کاف به لهات نزدیک است، از این خاطر این دو حروف را حروفی لهاتیه یاد می کند. این بود درس امروزی ما که مخرج پنجم و ششم بود. ان شاء الله که در درس آینده مخرج هفتم بیان می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.